یادگیری نواختن یک ساز کلاسیک کار سختی است. روزانه اقلا یکی دو ساعت دیگه تا میتونم تمرین کنم. یه جایی میبره آدمو که نمیشه گفت چه شکلیه. و سخت‌تر خواهد بود اگر معلمی وجود نداشته باشد. اینجا همچین سازهایی در دسترس نیست، سردرگم میشه. چون که از یه جایی باید بشنوه که اشتباهاتش کجاست. واسه همین خیلی مهمه، سخته بدون استاد. بنابراین شایان بهترین راهی که میتوانست را در پیش گرفت. بیشتر از گوش دادن به کاست ها و سیدی های آقای کلهور یاد گرفتم و از یوتیوب هم استفاده کردم تا یه حدی رسیدم فقط با گوش دادن. گوش کردن در نبود معلم، نبود آموزش، نبود کتاب و نوت موسیقی. شایان پارسایی دانشجوی 21 ساله در اوهایو با تماشای ویدیوی استادش کیهان کلهور و گوش کردن به موسیقی آن نواختن کمانچه را یاد گرفت. جالبه چون که خودم هر روز با ایشون وقت میذارم، البته اونا خودشون نیستن، فقط با موسیقیشون وقت میذارم. اما امروز برای او روزی متفاوت است. استادش برای اجرای کنسرتی که توسط انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه تولدو سازماندهی شده در تولدو است. مثل هر روز، حالا این دفعه شانسشم که ببینمشون. کارهای آقای استاد کلهور که دیدمشون تو کنسرت، از اونجا من شروع کردم به فکر کردن راجع به نواختن خود کمانچه. یه جوری میزنه که اصلا آدمو در هیجان میگیره. و پارسایی بیقرار و هیجان زده است. واقعا سخت تصور کردن استاد وارد سن بشه. من دیگه اون موقع راحت میشم و دیگه استفاده میکنم از برنامه ایشون. برای اینکه مردم او را استاد صدا کنند، پارسایی هنوز باید راهی طولانی را طی کند، اما با کمی کمک از جانب دوستان. شایان پارسایی می تواند در این مسیر به پیش برود. گزارش آرش عرب‌اسدی، صدای آمریکا، تولدو، اوهایو.